سلام. صحنه سیاسی ایران هر روز طوفانی تر و ناآرامتر از روز دیگر. بحران و کشاکش و تلاطم واژه هایی که شاید بتونه بخشی از این وضعیت رو به تصویر بکشه. تیک تاک کندوکاوی عمیق‌تر و ژرف‌تر به تحولات و پیامدها و چشم‌اندازهای اون. برنامه های امروز قیمت هایی که روزانه بالا میره و درآمد هایی که روزانه پایین میاد. آیا تحریم و کرونا موجب این گرانی های سرسام آوره؟ بررسی علل گرانی کمرشکن در گفتگو با دکتر محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا. کلاهی به بزرگی بورس، چپاول باقی مانده دارایی های مردم با مترسکی به نام سرمایه گذاری در بورس، نگاهی به داستان بورس در گزارش کارشناسی و تحقیقی تیک تاک. حکومتی که به جای ساختن سرپناه آن را بر سر مردم خراب می‌کند. خراب کردن خانه های مردم و وعده های تو خالی. قضاوت با شما. یک مهمان از 5000 سال پیش به دیدن ما اومده. اسکلت نهنگی با قدمت بیش از 5000 سال در بخش رسانه های جهان تیک تاک. کرونا همراه با فقر کشنده تر از هر پاندمی در جهان. وضعیت جامعه ایران در منگنه فقر و کرونا در گزارش سیاسی تیک تاک. با ما همراه باشید در بررسی آخرین تحولات و رویدادهای سیاسی در برنامه امروز تیک تاک. گرانی بنزین جرقه قیام کبیر آبان 98 بود. از اونجا که همه میدونن که در کشور ثروتمندی مثل ایران فقر و گرانی ناشی از چپاول و غارت سرمایه ها و دسترنج مردم توسط حاکمیت آخوندیه، گرانی به اذعان اغلب مقامات و رسانه های رژیم دیگه موضوعی صرفا اقتصادی نیست، موضوعی امنیتیه و آنچنان که خودی های نظام میگن اگه حل نشه راه به بود و نبود نظام میبره. برای بررسی پیرامون حول این موضوع گرانی به عنوان وجهی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر رژیم گفتگویی داریم با دکتر محمد حسین تسوجی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا. سلام بر شما و تشکر از شرکتتون در این گفتگو. منم خدمت شما و همین عزیزم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از موقعیتی برای من ایجاد کردید که باهاتون باشم. آقای دکتر، این روزها جامعه ایران با گرانی مواجهه. گرانی که از اون با تعاریفی چون کمرشکن، سرسام‌آور، غیر قابل تحمل نام میبرن و اصطلاحی هم در جامعه رایج شده که ما زندگی نمی کنیم، فقط هستیم. میخواستیم با زبان آماری و علمی ابعاد این گرانی سرسام‌آور رو برای ما شرح بدیم و در مقایسه با سایر کشورها وضعیت چطور هست؟ بله، خب اجازه بدید من صحبتمو با یک خاطره از خودم شروع کنم و بعد در رابطه با گرانی اخبار و آمار خود رژیم رو ارائه بدم. من یادم یک سال قبل از انقلاب دانشگاه رو که تمام کرده بودم، برای دوره کارآموزی اومدم ایران، لیسانسم رو تمام کردم. در جنوب در بوشهر در پایگاه شمشکاری کارآموز بودم و حدود 5 ماه اونجا کار کردم. حقوق من گرفتم ماهانه 7000 تومان بود، یعنی 70000 ریال. با این 5 ماهی که کار کردم، اگه به پول حال حساب کنید، 5 ماهی که من کار کردم 1 دلار درآوردم، ولی با اون پولی که من درآورده بودم 1 سال
مخارج تحصیلات و زندگیمو توی امریکا، توی یک دانشگاه خیلی خوب امریکا، استنفورد که دانشگاه ارزونی هم نیست، از جیب خودم دادم. یعنی مقایسه کنید اون موقع پولی که من درآوردم به عنوان یک دانشجو مخارجمو داد. حالا مقایسه کنید با شرایط فعلی ایران. ببینید گرانی تنها مسئله نیست، مهمترین مسئله اینه که درآمدی که مردم دارن آیا کفاف مخارج روزمره‌شون رو میده یا نه. خود رژیم، خود روحانی هم گفته، رژیم هم گفته، خط فقر در ایران برای خانواده 4 نفره بالاتر از 10 میلیون تومان. شما اگه نگاه کنید، حالا یک کارمند دولتی ساده یه چیزی ماکسیموم 3 تا 4 میدید، شاید مثلا 5 میلیون تومان درآمد. خب این خانواده‌ای که نانآورش یک کارمند باشه خودش زیر خط فقر خواهد بود. بعد نگاه کنید به خود تورمی که بوده. در تورم در 60 سال اخیر در ایران بالاترین حد نصاب رو داشته، یعنی قیمت ها همینجوری میره بالا. از سال، از روی زمان روی کار آمدن آقای روحانی نگاه کنید، 92 تا حالا تورم در ایران یعنی قیمت ها 5 برابر رفته بالا، در صورتی که درآمد ها اگه پایین نیامده باشه ثابت بوده یا خیلی کم رفته بالا. خود بانک مرکزی میگه که نرخ تورم در ایران ماهانه حدود 5.4%، یعنی در سال 60-70% قیمت قدرت خرید مردم میاد پایین. خود روحانی باز گفته بود که ما سفره‌های مردم امسال هم کوچکتر شده، یه چیزی بین 20%-30% اومده پایین. حالا برای اینکه یه مقدار مثلا بیشتر چیز بکنیم، بیاین آمار یا قیمت ازراق عمومی یا اجناس عمومی رو در نظر بگیرید. من یک تاب چیزی دارم براتون بخونم، یه کوچیک هست. مثلا مقایسه می‌کنیم قیمت‌ها رو در مهر ماه 92 و آذر ماه 99 که همین ماه بشه. کره پاستوریزه 100 گرم اون موقع بوده 1,200,000 تومان، الان هست 1,200 تومان، الان هست 8,400 تومان، یعنی 7 برابر. مرغ 1 کیلوگرم 6,000 تومان، 6,102 تومان، الان هست 33,400 تومان، یه چیزی نزدیک 5.5 برابر. تخم مرغ 1 کیلوگرم 3,796 تومان، اون موقع بوده، الان یه چیزی نزدیک 15,700 تومانه، یعنی 2.5 برابر. این خب از ارقام به صورت خوراکی ایناست که چیزه به صورت قیمت ها سرسام آوره. بعد از اون طرف نگاه کنید به مسائل دیگه اقتصادی، مثلا خود قیمت مسکن. قیمت مسکن اونجور که گفته میشه یک چیزی نزدیک 5-6 برابر شده، یعنی قیمت قدرت خرید مردم برای مسکن کاملا تقلا پایین رفته. اگه نگاه کنید نسبت به قیمت، یعنی توانمندی خرید با درآمد، کشور ایران هفتمین کشور جهان از نظر بدی، یعنی مقدار درآمدی که دارید که بتونید با اون یک به اصطلاح مسکن تهیه کنید، یه چیزی معمولا میگن با توزه مثلا 20 برابر بشه، 20 برابر درآمدتون باشه. در ایران هم چیزی نیست. ایران از نظر مسئله خرید مسکن هم مردم با مشکل مواجه هستن، همونجوری که میبینید الان مثلا قبرخوابی نمیدونم اینا مو شده. یا مثلا ارقام دیگر رو ببینید، مثلا برای خود خودروها، خودرو اگه نگاه کنید مثلا وانت زامبیاد قیمت مرداد 34 میلیون تومان بوده، الان 312 میلیون تومانه، یعنی 700 درصد، یعنی 7 برابر قیمت رفته بالا. یا مثلا اگه بگیرید وانت کاپرا 65 میلیون بوده، الان 515 میلیون، یعنی تقریبا 7 برابر شده. پس اگه اینا رو همه رو با هم دیگه حساب کنید، ببینید قیمت ها همینجور روز به روز بالا میره، تورم 60%ی در سال وحشتناکه. همونجور که گفتم اگه نگاه کنید مثلا یارانه هایی که میدن، قیمت به سلام درآمد یک کارگر معمولی در ایالات متحده امریکا که من هستم دیگه مینیمومش 12 دلار در ساعته. در ساعت قیمت های ارزاق در ایران معادل قیمت های امریکا.
در صورتی که درآمد یک فرد ایرانی، یک کارگر ایرانی، یک کارمند ایرانی بسیار بسیار پایین‌تر از درآمد کارگران حتی در ایالات متحده آمریکا یا در کشورهای غربی. اینه که همونجوری که در اول صحبتاتون فرمودید، این مسئله نه تنها یک مسئله اقتصادیه، بلکه مسئله ایست که از نظر اجتماعی مسائل بسیار بسیار عمده‌ای برای دولت ایجاد خواهد کرد. و خب مردم هم که به تبع به خاطر این اهمال و عدم توانمندی دولت فعلا دارن تاوانش رو میپردازن، تا اینکه انشاءالله زودتر این مسئله حل بشه. بله آقای دکتر، روحانی و سایر مقامات حکومتی میگن که مشکلات اقتصادی و گرانی ناشی از تحریم هاست. آیا این حرف درسته و اگر نیست چی؟ چرا؟ بله خب ببینید، تحریم ها در زمان دولت کابینه آقای ترامپ خب تشدید پیدا کرده، ولی این تحریم ها فقط و فقط شامل چیزهایی است که برای مسئله کشتار جمعی یا مسئله اتمی، بمب اتمی ناست، شامل دارو و ارزاق و اینا که نمیشه. که این یکی. دوم، خیلی از مثلا ارزاق عمومی، گوشت، نمیدونم روغن موتور، علوفه برای دام ها، اینها که از خارج وارد نمیشه، حالا بگیم چون مثلا دلار رفته بالا نتونه بیاد، اینا که تولید داخلیه، چیزای دیگه هم هست که تولید داخلیه. بنابراین اینی که بگن مسئله اقتصادی به خاطر تحریم ها، تحریم های غربی آمریکا مشکل تر شده، دروغ محضه، یعنی واقعی نیست. علاوه بر اون، در دوره آقای اوباما اون سیاست مماشاتی که داشتن، حدود 150 میلیارد دلار ذخایر ایران رو در خارج که بسته بودن آزاد کردن، طوری که میگن 1.8 میلیارد دلار پول نفت با هواپیما توی این پلتا آوردن. خب این پولا کجا رفته؟ یا نگاه کنه خود آقای خامنه‌ای، رهبر به اصطلاح اسلامی ایران، ولی فقیه، ایشون ثروتشون یه چیزی نزدیک 200 میلیارد دلار برآورد داده میشه. یا اون امپراتوری مالی که ایشون برش سوارن، یک چیزی نزدیک 1000 میلیارد، یعنی 1 تریلیون دلار زیر دستشونه. خب اینا رو واقعا اگه این حکومت انسانیست، اسلامیست، ایرانیست، خب میامدن برای مردم خرج میکردن، ولی این نیست. اینا فقط انباشتن ثروت، به قول خود قرآن فرعونیان زمان هم اینا هستن، منتها متاسفانه به اسم اسلام دارن همین کسب و کاری رو میکنن. منظور این که اینی که میگه مشکلات اقتصادی میگن به خاطر تحریمات، به نظر من کاملا و کاملا یک امر غیر واقعی است. و دولت ایران هم، رژیم ایران هم، رژیم اسلام ایران همیشه سعی کرده که مسائل رو به بیرون از خودش منتقل بکنه. همونجور که خمینی میگفت جنگ مائده الهی، به خاطر اینکه نمیتونست از پس مشکلات مردم بر بیان و خوشحال بودن که جنگ شده، الان هم به نحوی این مشکلات اقتصادی رو میندازن رو گرد تحریم ها، که به نظر من اصلا و ابدا واقعی نیست. این مسئله عدم توانمندی خودش. آقای دکتر، ما سوالات دیگه هم در مورد همین گرانی ها و ارتباطش با کرونا و توضیحات مبسوطتری هم نیاز داریم که شما بدین، اما به دلیل زیغه وقت ایشالا در جلسات دیگه، در گفتگوی دیگه در خدمت شما خواهیم بود. ممنون از حضورتون در برنامه امروزمون. خیلی ممنون از من دادید. شما رو به خدا بنده یک تا بسید. خدا نگهدار. گفتگویی بود با آقای دکتر محمد حسین تسوجی. بینندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه تیک تاک.